الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حضور شما را به درس چهارم غیر حضوری در مضمون حقوق جزای بین الدو از صمیم قلب خیر مقدم میگم. سرفصل عمومی ما هنوز هم هست، چگونگی ایجاد محاکم جزایی بین المللی. یعنی از دیر زمانه چون جرایم خیلی فجیع به سطح جهان رخ داد، دیدگاه عمومی بر این بود که یک محکمه بین المللی جزایی ایجاد شد و بر از این خیلی زیاد کارم صورت گرفت که یک بخشی از کارها قبل از جنگ جهانی دوم بود و بخش دیگهش بعد از جنگ جهانی دوم. اما قبل از جنگ جهانی دوم صرف مرحله تلاشای ناکام بود و عملا کدام محکمه جزای بین المللی ایجاد نشد. بعد از اینکه جنگ جهانی دوم آغاز شد و در این جنگ هم جرایم خیلی شنی با وقوع پیوست، عملا بعضی از محاکم به وجود آمد. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم در واقع مرحله ایجاد عملی محاکم جزایی بین المللی است که در این مرحله برخلاف مرحله قبلی عملا بعض محاکم جزایی به وجود آمد. در این مرحله دو نوع محاکم بین المللی جزایی به وجود آمد، یکی محاکم بین المللی جزایی موقتی بود و دومش هم محاکم جزایی بین المللی دائمی. در محاکم جزایی بین المللی موقتی هفته گذشته ما اولین محکمه را خواندیم که محکمه نورنبرگ بود و توکیو را امروز خواهیم خواند، محکمه یوگوسلاویا و رواندا. این چهار محکمه محاکم بین المللی جزایی موقتی هستند. اولین محکمه ای که به شکل موقتی در اون زمان تدویر یافت در سال 1945 و کار خود آغاز کرد، یک سال دوام کرد، نتیجهش هم خواندیم هفته گذشته و رسید درس ما به مهمترین قواعد جزایی بین المللی نورنبرگ. یعنی محکمه نورنبرگ آلمان رو ما خواندیم که چی کرد، هدفش چی بود. بعد از او سازمان یعنی جامعه ملل در اون زمان کمیته رو توظیف کرد که مهمترین اصول از این استخراج بکنن و همی اصول باشه یک خاکه به خاطر اصول و قواعد محکمه جنایی بین المللی. و گفتن که ما زمانی که میخواهیم یک محکمه بین المللی داشته باشیم، چون محکمه نورنبرگ موقتی بود، خوب است که مهمترین اصولش را استخراج بکنیم و من حیث اصول بنیادین محکمه جنایی بین المللی اون را استفاده بکنیم. بران اگر سوال میشد که اصول و قواعد محکمه جزایی بین المللی نورنبرگ چی بود، از چی محتوا برخوردار بود، اینجا خیلی خلاصه این اصول را خدمت شما عرض میکنم. اولین اصلی که از محکمه جزایی بین المللی نورنبرگ استخراج شد ایست که هر شخصی که مرتکب اعمال گردد که به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب گردد یا در ارتکاب چنین اعمال جرمی مشارکت نماید، مسئول و مستوجب مجازات شناخته میشه. یعنی هر کسی که مرتکب اونو اعمال شود که به موجب حقوق بین الملل جرم است، یا خودش مرتکب شود یا در ارتکاب می جرایم بین المللی مشارکت داشته باشه، یعنی یا معاون باشه یا خالا شریک باشه یا برای وزنها دخیل باشه، مستوجب مجازات شناخته میشه و این شخص مجازات میشه. اگر کسی یا خودش این جرایم بین المللی انجام بده یا در او بد نحو از آنها دخیل باشه، در هر دو حالت این شخص باید مجازات شود. اصل دومی که از محکمه جزایی بین المللی نورنبرگ استخراج کردن در او زمان دانایی بود که حقوق داخلی یا حقوق ملی مشمول اعمالی که به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب میگردد نمی باشد. یعنی اگر در حقوق داخلی یا حقوق ملی اونمو اعمالی که به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب شده باشد، در حقوق داخلی جرم نباشد، اما یک تعداد افراد ایره مرتکب شده باشد، مرتکبی چنین جنایت از مسئولیتی که به موجب حقوق بین الملل متوجه آنها میگردد مبرا نمی باشد. حس دوم ایست این امر که حقوق داخلی یا حقوق ملی مشمول اعمالی که به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب میگردد نمی باشد،
مرتکب چنین جنایت از مسئولیتی که به واجب حقوق ملل متوجه آنها میگردد مبرا نمیباشد. خب این متن چون ترجمه شده، حالا میخوایم توضیحش بدم خدمت شما. یعنی ای به این معناست که یک عمل در سطح بین المللی جرم است، به واجب حقوق ملل مثلا جرم است، اما در حقوق داخلی ای عمل من حیث جرم شناسایی نشده. مثلا حالا در کد جزا این مسئله رفع شده، اما در قانون جزا جرایم جنگی و اپارتاید اینا جرم انگارید نشده بود، در افغانستان واقع شد. حالا میشه که استدلال کنه کسی که آه والا در او زمان خود افغانستان این عمل جرم نبود؟ این اصل میگنه، این اصل میگه که ولو این عمل در داخل کشور جرم نباشه، اما اگر در حقوق بین الملل با مراجعه به کنوانسیون های بین المللی این عمل من حیث جرم شناسایی شده بود، اون عمل جرم است. سوم، اگر یک فرد به عنوان رئیس حکومت یا مقام دولتی مرتکب جرم بین المللی شوه، باعث عدم مسئولیت یا کاهش اندازه مجازاتش نمیشه. یعنی فرض میکنیم که یک شخص رئیس حکومت است، رئیس جمهور است، وزیر هست، صدر اعظم هست، و ای آمد مرتکب جرم بین المللی شد، موقف چوکیش باعث عدم مسئولیتش یا باعث کم شدن مجازاتش نمیشد. این بود اصل سوم. اصل چهارم، میشه که اصول رو با شما ساده تر بسازی، برای خود یک خط دو خط بگیرین. مثلا موقف یا چوکی باعث رفع مسئولیت نمیشه، در اولش بگیرین که اگر خود مرتکب جرم شوی یا کس دیگه مرتکب جرم شوه، به نحو زنها اگر در جرم بین المللی دخیل باشد مجازات میشه. اصل دوم، مثلا شما میشه بگیرید برای خودتان و بنویسین که اگر یک جرم ولو در داخل کشور جرم انگاری نشده باشه، اما اگر در سطح بین الملل جرم شناخته شده باشه و شخص را انجام بده، مطابق اصول محکمه نورنبرگ مجازات میشد و همونطور شدم در آلمان. رئیس حکومت هم مجازات شد، وزرا و اینا هم محاکمه به ایشان تدبیر یافت. چهارم، اگر یک فرد در اثر اجرای دستورات دولت، یعنی یک نفر دولت دستور داده یا آمر مافوقش دستور داده و به اثر دستور اینها مرتکب جرم بین المللی شده، ای امر دولت یا امر آمر مافوق او را از مسئولیتی که به موجب حقوق ملل داراست مبرا نمی سازد، ولی در صورت اقتضای عدالت باعث تخفیف مجازات شده می داند. اگر یک فرد در اثر اجرای دستورات دولت یا امر مقام مافوق خود مرتکب جرم بین المللی شود، او را ای امر مافوق و دستور دولت از مسئولیتی که دارد او را مبرا و پاک ساختن نمی داند. اما در صورت که اقتضای عدالت باشد باعث تخفیفش میشه. یعنی استدلال در محکمه نورنبرگ می بوده، افسرهای نظامی که محاکمه کردن گفتن برای ما امر شد از طرف مقامات، گفتن نه این باعث تبریتان نمیشه. پنجم، شخصی که به واجب حقوق ملل متهم به ارتکاب جرم گردیده باشد، حق دارد از محاکمه عادلانه برخوردار شود، ولو مجرم بین المللی است، ولو جرم بین المللی را آمده مرتکب شده، اما حق داره که از محاکمه عادلانه برخوردار شود. یعنی مثلا محکمه علنی باشد، حالا وقت مناسب بهش داده شود، حق دفاع رو داشته باشد، وکیل مدافع داشته باشد. این یک اصل بود که از محکمه نورنبرگ این اصل استخراج شد. اصل ششمی دوستا است که جرایم ذیل به عنوان جرم بین المللی مستوجب مجازات شناخته میشه. یعنی این در محکمه نورنبرگ که بالاخره یک نوع کپی برداری در محکمه جنایی هم شد. کدام جرایم در محکمه نورنبرگ پیش رسیدگی شد؟ سه نوع جرم من حیث جرم شناخته شد، من حیث جرم بین المللی شناخته شد و مجازات برای مرتکبینش پیش بینی شد. اول، جرایم علیه صلح، دوم جرایم جنگی، سوم جرایم علیه بشریه. حالا جرایم علیه صلح چی معنا؟ جرایم علیه صلح به معنای طراحی فراهم کردن مقدمات یا آغاز کردن یا انجام دادن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که ناقض عهدنامه ها یا توافقات اتحادات بین المللی باشه. یعنی اگر کس طراحی میکنه جنگ، کس فراهم میکنه یا عملا آغاز میکنه و جنگش تجاوزکارانه میباشه، به خاطر دفاع از خودش نمیباشه، این جنگ جرم علیه صلح است.
و یا شرکت در یک طرح مشترک با همکاری به منظور انجام هر یک از اعمال که ما گفتیم، یا شریک شرکت میکنه یا خودش این کار انجام میده. این از جرایم علیه صلح. جرایم جنگی هم در او زمان برداشت از جرایم جنگی ای بود که جرایم جنگی عبارت از تخلفاتی است که قواعد معاهدات بین المللی و تعاملات مربوط به جنگ صورت میگیرد. تخلفاتی است که از قواعد معاهدات بین المللی و تعاملات مربوط به جنگ صورت میگیره. یعنی ما معاهدات بین المللی داریم، قواعد جنگ را و تعاملات مربوط به جنگ در اونجا پیش بینی شده. اگر اون تخلف از اون صورت میگیره، این مینامند جرایم جنگی. و جرایم جنگی میتونه کشتار جمعیت غیر نظامی باشه در مناطق اشغالی، یا جمعیت غیر نظامی که در این مناطق بسر میبرن، بدرفتاری با اونا، تبعید از اینا به منظور وادار کردنشان به انجام کار، یا بر منظور دیگه کشتن اسیرای جنگی، جرایم جنگی است امروز، و افراد در دریاها یا بدرفتاری با این اسیرا، کشتن کسایی که گروگان شده، غارت اموال عمومی یا شخصی، تخریب شهرها، شهرک‌ها، قریه‌ها، یا تخریبی که ضرورت‌های نظامی او را ایجاب نکنه، یا تمامش مصادیق جرایم جنگی شناخته شد در اون زمان. و سیم جرایم علیه بشریت بود، که جرایم علیه بشریت هم گفتند که عبارت از قتل عمدی است، نابودسازی است. امروز در اساسنامه عین چیز است: قتل عمدی، نابودسازی، بردگیری، بیرون راندن و دیگر اعمال غیر انسانی که علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت میگیره، یا زجر و آزارهایی که بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی انجام میشه، به شرطی که اعمال و زجر و آزارهایی که ما گفتیم در وقت اجرای جرایم علیه صلح یا جرایم جنگی واقع شده یا در ارتباط با آنها باشد. اینا از جرایم علیه بشریت. یعنی خلاص، حالا این توضیح خیلی نیاز نیست که شما حتما مصادیقش تمامش بفهمید. در محکمه نورنبرگ به 3 نوع جرایم رسیدگی شد و این 3 نوع جرایم این حیث جرایم بین المللی محسوب میشه که ما در اساسنامه محکمه جنایی باید میخوانیم که امروز 4 نوع جرم داریم و با این یکمی تفاوت داره. با کدام نوع جرایم در محکمه نورنبرگ رسیدگی شد؟ با 4 نوع جرم: جرایم علیه صلح، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت. اصل هفتمی که از محکمه نورنبرگ استخراج شد و در اساسنامه از او کار گرفته شد، همکاری و مشارکت در ارتکاب جرایم علیه صلح است. که یک کسی بیاید در جرایم علیه صلح همکاری بکنه، خودش اگر کرد خب مجرم از خودش مستقیم نه، اما دیگران رو تشویق میکنه یا به نحو از آنها در او دخیل میباشه، یا شریک جرم میباشه مستقیم. همکاری و مشارکت در ارتکاب جرایم علیه صلح، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز جرم بین المللی محسوب میشه. یعنی هدف است که اگر مستقیم هم بیره انجام بده جرم بین المللی است، و اگر احیان غیر مستقیم هم به شکل از اشکال به نحو از آنها دخیل باشد، این جرم بین المللی محسوب میشه. این بود اصول عمده و اساسی محکمه نورنبرگ که بالاخره در ساختن اساسنامه محکمه جنایی بین المللی از اینا استفاده صورت گرفت و این اصول من حیث اصول بنیادین شناخته شد. محکمه نورنبرگ هم شد بحثش تمام. یعنی ما خواندیم که محکمه مبنایش چی بود، اصولش چی بود. درست هفته گذشته بحث کردیم که محکمه در 1945 در لندن تدویر یافت، 4 کشور بزرگ رو اول امضا کرد. یعنی همین 4 کشور آمدن در ایجادش خیلی سهم داشتن، 19 کشور هم بدون حق شد. هدف شمی بود که مجرمین جنگی مربوط کشور آلمان رو محاکمه کنن. در نورنبرگ آلمان بود، 8 قاضی داشت، 1 سال دوام کرد. 24 نفر به تمام جنایت جنگی محکوم شدن و 22 نفرش محاکمه شد. چون یکیش قبلا خودکشی کرد و 1 نفر دیگه هم اصلا برای محاکمه نامناسب اعلان شد. و بالاخره گفتیم که چقدر شاهد اینا استماع کردن و اصولش را امروز چرا اصول خواندیم؟ به خاطر که ما گفتیم که از طرز عمل و روش محکمه اصول و پرنسیب های عمده استخراج شده که سازمان ملل متحد در سال 1946 این اصول را به حیث اصول حقوق ملل تایید کرد و اعلام کرد که اصول دارای ارزش همیشگی و جهان شمول است. بنابراین ما امروز این اصول را هم خواندیم و
از این اصول به خاطر طرح کل جزای بین المللی هم استفاده شد که کل جزا تا امروز به تصویب نرسید. مهمترین اصول را حالا خدمتتان عرض کردیم. محکمه نورنبرگ یک محکمه موقتی بود. ما زمانی که مجرمین محاکمه شد بحث شد تمام و رفتن دنبال ژاپن. محکمه توکیو را تشکیل دادن. دومین محکمه موقتی بعد از نورنبرگ محکمه جزای بین المللی توکیو است. این محکمه بر مبنای اعلامیه، او محکمه بر مبنای معاهده بود، این بر مبنای اعلامیه قماندانان عالی قوای متفقین بودند. حالا قوای متفقین هم میگیم که باز کی بود. در شرق دو در سال 1936 محکمه توکیو تأسیس شد. محکمه توکیو در سال 1946 تأسیس شد. هدف از این محکمه، دوستا، هدف محکمه نورنبرگ خدمتتان عرض کرده بودیم، اما در اونجا هدفش چی بود؟ هدفش محکمه محاکمه مجرمین مربوط به آلمان بود، اما در اینجا هدف از این محکمه محاکمه مجرمین جنگ جهانی دوم مربوط کشور ژاپن بود. اونجا محاکمه مجرمین بین المللی آلمان را محاکمه کردن، اینجا مجرمین ژاپن را محاکمه کردن. مقر از اون محکمه در نورنبرگ بود، از این محکمه در توکیو پایتخت ژاپن بود. این محکمه در کل 11 قاضی داشت که از جمله 11 نفر 4 نفرش متعلق بود به 4 قدرت بزرگ متفقین. گفتیم که مبنایش هم اعلامی کماندان های عالی قوای متفقین بود. قوای متفقین در اون زمان انگلستان بود، فرانسه بود، ایالات متحده آمریکا بود و اتحاد جماهیر شوروی بود در جنگ جهانی دوم. 4 نفر یک قاضی از این 4 کشور بود. 5 نفر دیگه به سایر کشورهای متفقین مثل اتریش، زیلاند جدید، کانادا، فلیپین و هلند تعلق داشت و 2 نفر باقی ماندهش به 2 کشور هندوچین ارتباط داشت. این در کل 11 نفر قاضی داشت و اینا آمدن محاکمه را تدویر کردن. جلسات از این محکمه در 19 اپریل 1946 آغاز شد و تا 14 نوامبر دوام یافت. بالاخره نتیجه چی شد؟ در این محکمه دوستا 25 تن به اتهام جنایات آغاز جنگ، همون جرای مرای صلح گفتیم، 25 تن به اتهام جنایات آغاز جنگ، جنایات علیه صلح مورد محاکمه قرار گرفتن. گفتن اینا آمدن جنگ را آغاز کردن و صلح را برهم زدن. در این 25 تن در نتیجه هیچ کدامش برات حاصل نکرد و از جمله 7 نفر محکوم به اعدام شد. 7 نفر در اینجا محکوم به اعدام شد و 16 نفر محکوم به حبس ابد شد. 2 نفر دیگه هم محکوم به حبس موقت شد. نتیجه محکمه توکیو چی شد؟ متفقین آمدن محکمه رو دایر کرده توکیو ژاپن. 25 نفر به اتهام جنایت جنگ آغاز، بعد جنایت آغاز جنگ و جنایت علیه صلح محاکمه کردن. هیچ کس برات حاصل نکرد. نورنبرگ گفتیم برات هم حاصل کرد، اما در اینجا 7 نفر محکوم به اعدام شد، 16 نفر محکوم به حبس ابد شد و 2 نفر محکوم به حبس موقت شد. در اینجا شهادت های هم استماع کردن. 429 شاهد آمد شهادت داد و 779 شهادت نامه کدبیر هم رسیدگی کردند. اینا 429 نفر آمد مستقیم شهادت داد، 779 نفر دیگه کتما نوشته کرده بود که ما دیدیم که فلان شخص این کارا را انجام داده بود. به این محکمه چی دیگه ایش که متفاوت است از نورنبرگ ایست که غیر از رهبرا، که در این رهبرا صدر اعظم ژاپن هم شامل بود، وزرای ژاپن هم شامل بود، قماندان های نظامی هم شامل بود، هیچ یک از ادبای عادی مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفت. فقط ام افراد بلند رتبه مورد محاکمه قرار گرفت و چون این محکمه به طور موقت برای محاکمه مجرمین جنگ جهانی دوم مربوط به ژاپن ایجاد شده بود، بنابراین زمانی که وظیفهش تکمیل شد در سال 1948 این محکمه همچی شد، منحل شد. این بود یک مختصر از محکمه بین المللی ژاپن که در او زمان
متفقین آمدن و این محکمه را تدویر کردن و بالاخره به نحو از آنها مخالفین خود را که در جنگ شکست داده بودند هنوزم نگذاشتنشان و ایار آمدن در خانه های خودشان محاکمه کردن. تا اینجا اگر سوالی داشتید انشاءالله بنده در خدمت هستم. به صورت بعد از اینکه محکمه از بین رفت در حالی که سعی تلاش بر ایجاد یک محکمه جزایی بین المللی دائمی هنوزم ادامه داشت، بعد از گذشت یک میاد طولانی و هم در حالی که هنوز محکمه جزایی بین المللی دائمی ایجاد نشده بود، متاسفانه در دهه 90 قرن 20 حوادث و واقعات رخ داد که به اثرش جنایت های بسیار شهید بین المللی در یوگسلاوی های سابق و رواندا رخ داد که بر رسیدگی از این جرائم بازم به طور عاجل و موقتی یک محکمه جزایی بین المللی در 1993 در یوگسلاوی های سابق و یک محکمه دیگر در سال 1994 در رواندا ایجاد شد که هفته آینده اگر حیات باقی بود محکمه یوگسلاوی سابق و محکمه رواندا را خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. سلامت و موفق و معید و کامبار باشید. سوال اگر داشتید انشاءالله در گروه در خدمت هستیم. همه شما را به خداوند پاک و لعظال می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.